آنچه پشت سر من می‌بینید شبیه عملیات مهار آتش سوزی است، اما این آتش سوزی قربانی ندارد. آتش نشانان مشغول تمرین هستند. در کنار آنها ده‌ها دانشمند اروپایی فناوری جدیدی را آزمایش می‌کنند که به مدیریت بهتر شرایط بحران کمک می‌کند. دو نیم میلیون متر مکعب ضایعات سمی در یکی از شهرهای اروپایی جان 15 نفر را گرفته و 200 نفر از آسیب شدید مواد سمی رنج میبرند. مواد سمی به سرعت پخش میشود. چگونه میتوان شرایط بحرانی را بهتر مدیریت کرد؟ 100 آتش نشان از 3 ملیت مختلف مشغول آزمایش فناوری هستند که به مدیریت این شرایط کمک میکنند. دانشمندان یک پروژه تحقیقاتی در اروپا هم به آنها کمک می‌کنند. نقشه‌های دقیق و مدل‌های سه‌بعدی اطراف محل صالحه را پهپادها در عرض 1 ساعت تهیه می‌کنند. تیم مخصوص هماهنگی گروه‌های مختلف نجات اغلب دور از محل صالحه کار می‌کند. این تیم برای اینکه درک درستی از اتفاقات محل حادثه داشته باشند به منابع مختلف نیاز دارد. اطلاعات با استفاده از این ابزار به سرعت و به طور مداوم به آنها ارسال می‌شود. این سیستم داخل شهر یا خارج آن هر جایی که دسترسی به اینترنت وجود داشته باشد کار می‌کند. تصاویر و اطلاعات جمع‌آوری شده به سرعت از طریق اینترنت به محل عملیات ارسال می‌شود. این آزمایش دو جنبه دارد. در جنبه اول برای رفع وضعیت بحرانی از فناوری‌های نوین استفاده خواهد شد. آنگاه در استفاده از فناوری‌های مثل پهپاد، نرم افزار و سخت افزارهای جدید برای برقراری اطلاعات، عملکرد هر کدام ارزیابی می‌شود و می‌توان فهمید برای مدیریت بحران کدام یک بهتر است. مواد سمی تا 30 کیلومتر مربع پخش شده و ده‌ها ساختمان در حال سوختن هستند. مرکز مدیریت بحران باید تصمیم بگیرد نیروهای کمکی را چه موقع و به کدام محل ارسال کنند. تصمیم گیری در این باره بسیار مهم است. آتش نشانان لهستان مسئول کمک‌های اولیه هستند. اگر پزشکان روی کامپیوتر خود ببینند که با اعزام گروه آتش نشانی می‌توانند به کسی کمک کنند، آنگاه می‌توانند گروه‌های امداد پزشکی به نقاط مختلف بفرستند. به این صورت تصمیم گیری با استرس کمتری همراه خواهد بود. ترس و وحشت مردم باعث تصادفات رانندگی می‌شود. ممکن است مکان‌هایی که تحت تأثیر این وضعیت قرار می‌گیرد در یک کشور نباشد و شامل کشورهای همسایه هم بشود. این فناوری باید هم امکان پیگیری وضعیت بحرانی را فراهم کند و هم منابع مفیدی در اختیار شهروندان قرار دهد. نوآوری‌های اصلی در این فناوری پدید آوردن امکان همکاری و تبادل اطلاعات است که شامل ارتباط بین امدادگران گروه نجات و شهروندان معمولی هم می‌شود. این نکته به خصوص در عملیات امدادرسانی فرامرزی اهمیت دارد که در آن همکاری با روش‌های معمول مشکل است. قرار است در این طرح برای تکمیل ابزارهای فنی نجات 3 آزمون دیگر نیز انجام شود.